The Pars Equality Center in San Jose is a crucial hub and resource for everyone of the Persian community. Pars places great emphasis on swiftly responding to the community's needs with programs like social and legal services and counsel. There's job training and placement, mentorship and senior support. Weekly classes are offered in citizenship, career development, English as a second language, and basic computer training. The Pars Equality Center, serving the Persian community on the Alameda in San Jose. Online at parsequalitycenter.org. مفهوم شهروند در مقابل مفهوم رعیته. ما در ایران در دوران قبل از مشروطه همه رعیت دولت بودیم، همه رعیت پادشاه بودیم. در انگلیسی اون رو مفهوم سابجکت براش استفاده میکنند. شهروند یعنی مفهوم انگلیسیش یعنی سیتیزن، و شهروند یه مفهوم تازه است که در اندیشه سیاسی پیدا شده و بیشتر از شاید 300-400 سال نیست. در ایران بیشتر از 100 سال نیست و به یک روایتی میشه گفت که در ایران هنوز مفهوم شهروند به معنای کاملش متحقق نشده. عرض خواهم کرد که چرا به طور کامل متحقق نشده، گرچه از دوران مشروطه به بعد، این از 1905 به بعد، عده‌ای در ایران در این فکر بودن که مفهوم شهروندی رو جا بندازن. و موضوع صحبت من شهروندی در حکومت دموکراسی است. حکومت دموکراسی هم همونطور که از عنوانش برمیاد یعنی حکومت دموس. دموس در یونانی یعنی مردم، یعنی عوام در واقع، و کراسی یعنی حکومت عوام. در آغاز وقتی که مثلا افلاطون در مورد دموکراسی صحبت میکنه به عنوان بدترین فرم حکومت ازش یاد میکنه، برای اینکه میگه عوام، همون که ما در فارسی هم یا در عربا در عربی میگن عوام کل انعام، عوام بی سواد هستن، عوام فریب میخورن. افلاطون هم دقیقا به همین معنا میگفت که بدترین نوع حکومت حکومتی است که مردم بکنن، برای اینکه مردم فریب میخورن. مردم کافیست بهشون یک کسی یک جرعه بیشتر آبجو بده، به اون رأی خواهند داد. چرا مردم باید حکومت بکنن؟ فلاسفه باید حکومت بکنن. ولی در قرن 15 هم به بعد مفهوم دموکراسی به تدریج تبدیل میشه به حکومت مطلوب، نه یک حکومت معیوب، نه یک حکومتی که عوام درش قدرت دارند و دائم فریب میخورند، بلکه در عصر جدید دموکراسی میشه یک حکومت ایدئال. و این مفهوم حکومت ایدئال در واقع با یک نگاه تازه به انسان عجینه و همزاده. یعنی وقتی که ما یک نگاه تازه به انسان پیدا میکنیم، همراه و همزاد این نگاه تازه یک تعریف جدید از دموکراسی است. دیگه حکومت عوام بی سواد نیست، بلکه حکومت شهرونده. این مفهوم جدید، مفهوم جدید از انسان، انسانی است که دیگه رعیت نیست، انسانی است که با یه سری حقوق طبیعی، حقوق طبیعی خیلی مهمه، حقوق طبیعی به دنیا آمده. حقوق الهی نیست، انسان حقوق پادشاهی نیست، حقوق اسقفی نیست. انسان به لحاظ طبیعتش، به صرف طبیعتش، به محض تولدش یه سری حقوق داره. اینا رو بهش میگن حقوق طبیعی انسان. انسان حق انتخاب آزاد باید داشته باشه. انسان حق داره که فکر خودش رو خودش تعیین بکنه. انسان حق داره که خودش مذهب خودش رو خودش تعیین بکنه. انسان حق داره زندگی خصوصی خودش رو خودش سامان بده. اینها مفاهیمی است که 400-500 سال بیشتر نیست که در اندیشه سیاسی رواج پیدا کرده. وقتی که انسان میشه یک موجودی که حقوق طبیعی داره، وقتی که اون حقوق طبیعیش محترم شناخته میشه، از رعیت تبدیل میشه به شهروند. و یکی از حقوق اولیه اصلی انسان دقیقا تعیین حکومت خودشه. و اینجاست که یه
مفهوم دیگری هم پیدا میشه، مفهوم خیلی مهم دیگری هم پیدا میشه و اون مفهوم حاکمیت ملی است در مقابل مفهوم ذل اللهی که ما در ایران میگفتیم یا مفهوم مشروعیت الهی. مشروعیت، منظور از مشروعیت واژه‌ای است که در انگلیسی بهش میگن legitimacy. هر حکومتی محتاج یک نوع مشروعیته، یعنی مردم اگر فقط مسئله زور نباشه، اگر فقط سرنیزه زیر گردن مردم نباشه، شما چرا وقتی پلیس میگه وایسید وای میسید؟ به خاطر اینکه مشروعیت اون پلیس رو پذیرفتید. چرا در آمریکا 80% مردم داوطلبانه مالیات میدن؟ یه پدیده شگفت انگیزی است. حالا خیلی تقلب هم میکنن، خیلی این بر اون برش هم میزنن، ولی 80% مالیات نمینویسن، مالیات خودشون تهیه میکنن، برای اینکه مشروعیت این دولت رو پذیرفتن. در عصر جدید، در عصری که دموکراسی هست، ما بهش عصر دموکراسی هم میگیم، مفهوم مشروعیت هم عوض میشه. دولت دیگه به لحاظ اینکه سایه پاپ بر سرشه یا سایه الله بر سرشه مشروع نیست. دولت دیگه به لحاظ اینکه مثلا یه پسری خون پدر در رگش جاریه مشروع نیست. دولت مشروع فقط زمانی که برخواسته از رأی مردم باشه، یعنی آغاز مشروعیت اجتماعی، یعنی آغاز حاکمیت ملی، یعنی آغاز این مفهوم که ما خودمون تصمیم میگیریم که آیندهمون چی باشه، ما خودمون تصمیم میگیریم که کی حاکم ما باید باشه و کی میخواییم این حاکم رو عوض بکنیم. این مفهوم خیلی تازه‌ایه، مفهوم تازه از لحاظ تاریخی میگم. اگر کره زمین رو مثلا 4 میلیارد سال بگیرید و طول عمر انسان رو، انسانی که شبیه ماست، 10,000 سال بگیرید، این فقط در 300-400 سال اخیره که این مفهوم جا افتاده. پس یه مفهوم جدیدی پیدا میشه. دولت برخواسته از رأی ماست، ما به عنوان شهروند. قانون اساسی آمریکا در واقع با این عبارت شروع میشه که میگه ما مردم، we the people، ما حق تعیین تکلیف خودمون رو داریم، هیچ کسی حق نداره برای ما تعیین تکلیف بکنه، ما یه سری حقوق دیگه هم داریم که عرض میکنم. برای اینکه این دولت مشروع برخواسته از رأی مردم پیدا بشه، دو تا مفهوم دیگه هم در اندیشه سیاسی رواج پیدا میکنه. یکی مفهوم قرارداد اجتماعی است. قرارداد اجتماعی خیلی مهمه، چون قرارداد دو طرف داره، دو طرف باید امضا بکنن و هر دو طرف هم حق فسخ دارن. این مفهوم قرارداده. دولت یه قرارداده، یه قرارداد اجتماعی است. یه اندیشمند بسیار مهمی به اسم روسو این تئوری رو مطرح میکنه، میگه دولت هیچ مبنایی جز توافق حاکم و محکوم نداره و مثل هر توافق دیگری، هر وقتی که نخواهید باید حق داشته باشید که حکامو عوض بکنید. قانون هم نوعی قرارداد اجتماعی است. قانون هیچ مبنایی جز قرارداد اجتماعی نداره. اگر 2000 سال پیش میگفتند مثلا در فلسطین اون زمان در عهد عتیق که اگر یک زنی زنا بکنه سنگسارش بکنید، که میگه در کتاب عهد عتیق میگه، امروز ما حق داریم در قانون اساسی بگیم که نه، به شما چه ربطی داره اون خانم میخواد زنا بکنه یا نه، شوهرش حق داره، طلاق میتونه بگیره، ولی شما حق ندارید سنگسارش بکنید. یعنی این تفاهمی که هست که هر قراردادی، هر قانونی رو میشه تغییر داد. قرارداد اجتماعیه. یه روزی در خود آمریکا سیاها، بهش اشاره خواهم کرد، به عنوان انسان پذیرفته نمی شدن. رسماً وقتی که آمریکا شروع میشه، سیاها به عنوان 1/3 یک انسان، و اون هم 1/3 یک انسان با حقوق غیر سیاسی تلقی می شدن. امروز رئیس جمهور آمریکا سیاه‌پوسته. برای اینکه مفهوم قرارداد اجتماعی اجازه داد که این مفهوم عوض بشه، به تدریج بپذیرن که سیاه‌ها هم حق رأی دارن، به تدریج بپذیرن که زنا حق
رأی برن به تدریج بپذیرن که زن و مرد حقوق مساوی دارن شما اگر قرار باشه حقوق زن و مرد حقوق یک یهودی یا یک مسلمان یا یک باهائی رو بر اساس کتابی ورای قرارداد اجتماعی تعیین بکنید اون وقت گیر دارید اون وقت به این مسئله دچار میشید که مثل ایران که در 100 سال اخیر زرتشتی‌ها در ایران نمیتونستن وزیر بشن چون تو قرارداد نوشته بود تو قانون اساسی نوشته بود که مسلمین بایستی اگر قرارداد اجتماعی است ما میتونیم تغییرش بدیم به همین خاطر مفهوم قانون عوض شد یه مفهوم دیگه هم عوض شد مردم به تجربه دریافتن که اگر حکومت اجزایش در دست یه نفر متمرکز باشه ازش دموکراسی در نمیاد ازش استبداد در میاد دنبال راههایی گشتن که چجور میشه جلوی پیدایش استبداد رو گرفت و یکی از راههایی که پیدا کردن مهمترین راه شاید توسط یک کسی به اسم مونتسکیو گفت قدرت رو باید تفکیک کرد قدرت رو باید شکست این قول معروفه که میگن قدرت متمرکز همواره ازش استبداد در میاد هرچی متمرکزتر مستبدتر باید قدرت رو شکست حداقل در سه عرصه قوه مقننه قوه مجریه قوه قضاییه و اینها رو بایستی یه جوری تنظیم کرد که رابطهشون با هم در یه تعادل و تناسب و تنشی باشه اینها بتونن همدیگر رو کنترل بکنن هیچ کی نتونه قدرت رو متمرکز بکنه این دقیقاً در واقع یکی از ارکان اصلی دموکراسی در مفهوم عامشه قدرت در یک جا متمرکز نباید بشه و هیچ کسی نبایستی کاملاً بر همه این عرصه‌ها حاکم باشه همه باید بتونن همدیگر رو کنترل بکنن اگر رئیس جمهور خطا میکنه کنگره حق داره اونو برکنار بکنه اینکه بگیم یک نهادی وجود داره که قابل برکناری نیست این کاملا از اصل دموکراسی فاصله گرفته و اینکه این مکانیزم‌ها رو چجوری با هم کنترل بکنیم این یه اصل دیگر این دموکراسی است یه تجربه دیگری هم صورت گرفت تجربه تاریخی اگر قرار دموکراسی در یه جامعه باشه باید عرصه خصوصی از عرصه عمومی جدا بشه و عرصه خصوصی بایستی از فضولی دولت یا فضولی کلیسا یا فضولی همسایه کاملا مستقنی و مستثنی باشه نمیشه شما دموکراسی داشته باشید و دولت حق داشته باشه در همه عرصه‌های خصوصی شما دخالت بکنه در اروپای قرون وسطا اگر شما روزه نمیگرفتید روزه کاتولیک نمیگرفتید ممکن بود بکشنتون حتی اگر کلیسا یه شنبه نمی رفتید حتما تنبیهتون میکرد برای اینکه مذهب جزء عرصه عمومی بود شما حق اینکه برید یا نرید رو نداشتید به تدریج به این نتیجه رسیدن که نه مذهب بایستی عرصه خصوصی باشه اگر مذهب رو بیارید تو عرصه عمومی ازش دوباره استبداد در میاد یکی از شگفتی های آمریکا در موردش توضیح خواهم داد دقیقاً اینه که چطور راه پیدا کردن برای اینکه یه جامعه مذهبی رو در این حال یه جامعه دموکراتیک بکنن آمریکا بر ساخته مذهبی ترین فرقه های مسیحیه پیوریتن ها که شبیه به حزب اللهی های امروز قاعدتاً می بودن اگه بخوایم براشون برابری تعیین بکنیم آمدن اینجا و یک رژیمی درست کردن، یک نظامی درست کردن که نمونه است از اینکه اجازه نمیده یک اقلیتی از جمله خود پیوریتنی ها بر بقیه حکومت بکنه. راهش هم خدمتتون عرض خواهم کرد که چطور شد. پس عرصه خصوصی باستی از عرصه عمومی جدا باشه. و عرصه خصوصی عرصه است که دولت حق دخالت بر اون نداره. پلیس در آمریکا اگر شما رو به عنوان مثلا سرعت بگیره حق نداره ماشین شما رو بازمینی بکنه اگر ماشین شما رو ببینه درش مثلا یک چیز خلاف قانونی ببینه اونو در دادگاه نمیتونه استفاده بکنه ماشین شما عرصه خصوصی شماست و برای رفتن به عرصه خصوصی شما حکم دولت لازمه این
مورد استفاده همه ما میتونه قرار بگیره، مورد استفاده قاچاقچی هم هست. پلیس وقتی که قاچاقچی رو میگیره به جرم سرعت، بعد اونجا 2 کیلو تریاک پیدا میکنه، اون 2 کیلو تریاک رو نمیتونه در دادگاه حلش استفاده کنه، برای اینکه دادگاه میگه تو اینو به جرم سرعت گرفتی و حق دخالت در عرصه خصوصیش نداشتی. اگر پلیس برای مثلا یک کسی زنگ بزنه، من در این منزل شنیدم که دعوا هست، پلیس برای جلوگیری دعوا بیاد بخونه و با اجازه دادگاه بیاد بخونه، فقط حق داره برای اون موضوعی که آمده خونه رو بازبینی رو کنه. اگه چیزی دیگه اتفاق بیفته حق نداره، برای اینکه عرصه خصوصی رو دولت میخواد، نظام حقوقی میخواد مسون بداره. هرچی عرصه خصوصی در یک جامعه وسیع‌تر باشه، دموکراسی در اون جامعه بیشتره. هرچی عرصه عمومی وسیع‌تره، یعنی هرچی دولت حق داره یا همسایه حق داره یا آمر به معروف و ناهی از منکر حق داره دخالت بکنه، عرصه دموکراسی تنگ‌تره. ولی گفتن اینکه عرصه خصوصی و عمومی رو باید از هم جدا کرد به این معنا نیست که این مرزها همیشه روشنه. یکی از مسائلی که هنوز در آمریکا بعد از 200 خورده‌ای سال حل نشده، دقیقاً مرز بین عرصه خصوصی و عرصه عمومیه. یکی از بهترین مصادیق دشواری این قضیه مسئله سقط جنین. چرا مسئله سقط جنین در آمریکا حل نمیشه؟ برای اینکه مسئلهش فقط مسئله مذهبی نیست. اونایی که فکر میکنن این مسئله فقط مذهبیه، فکر میکنن مسئله رو ساده میگیرن. مسئله سقط جنین برمیگرده به اینکه آیا بدن زن عرصه خصوصیه یا عرصه عمومیه. اگر عرصه خصوصیه، دولت حق نداره دخالت بکنه. به همین خاطر زنا میگن که به شما چه مربوطه من میخوام سقط جنین بکنم. دولت میگه نه، ما در یه مقطعی حق داریم شرکت بکنیم، برای اینکه در یه مقطعی اون نطفه شهروند میشه. وقتی که شهروند میشه، دولت حق داره دخالت بکنه. پس شهروند کی میشه بچه؟ نطفه. آیا در لحظه ای که نطفه بسته میشه اون شهرونده، یا بعد از 3-4 ماه شهروند میشه، اونچنان که مثلا فمینیستا میگن؟ این دعوا الان 100 خورده‌ای در این جامعه 100 ساله داره انجام میشه و اونایی که با اندیشه بهش فکر میکنن متوجهن که مسئله چقدر پیچیده است. کی عرصه خصوصیه، کی عرصه عمومی میشه، کی اون نطفه شهروند میشه و کی دولت حق داره برای اون شهروند وارد معرکه بشه. اگه یه خانومی مثلا حامله است، 8 ماه هست، کلنگ برداره یا چکش برداره بزنه به خودش برای اینکه بچه رو از بین ببره، دولت میگه که تو مجرم هستی، اینکه اون نطفه یه شهروند شده. به همین خاطر مرز همیشه روشن نیست و اینکه روشن نیست بخشی از این به اصطلاح پیچیدگی این دموکراسی است. در اروپا این بحث ها در واقع از قرن 15 شروع میشه. شاید اولین کسی که این حرفایی که من زدم رو به صورت سامان یافته زد، کسی است که شما اگر ازش اسمش رو شنیدید قاعدتاً به بدی شنیدید، ماکیول. ماکیول میگن فلانی ماکیولیه، ماکیول به فوش تبدیل شده، ولی ماکیول یکی از مهمترین اندیشمندان عصر جدیده. اون اولین کسی است که گفت دوران سیاست ذل اللهی تموم شده، پادشاه باید مشروعیت خودش رو خودش ایجاد بکنه و خیلی از حرفای دیگه. بعد روسو اومد، بعد لاک اومد، یه سری متفکرین اومدن و شروع کردن حرفای خیلی جالبی زدن، هم در مورد قرارداد اجتماعی، هم در مورد تفکیک قوا، هم در مورد محدود کردن حق پادشاه و هم در مورد اینکه تا چه حدی دولت حق داره، کلیسا حق داره در کار پادشاه شرکت بکنه. من نمیدونم آیا هیچ کدوم شما این فیلم خیلی محبوب پی بی اس رو این روزا تماشا میکنید، وولف ها، هیچ کس تماشا کرده باشه وولف ها رو؟ زندگی هنری 8 خیلی معروفه. هنری 8 یه پادشاهی است که زن اولش رو میخواد طلاق بده برای اینکه زن براش
مرد ایجاد پسر ولیعت نزاده و میخواد چیزشو رد کنه. کلیسای پاپ میگه که غلط کردی، در کلیسای کاتولیک طلاق ما نداریم. این اصلا کل جامعه انگلیس رو میبره در جهت اینکه مذهب انگلیکن رو راه انداختن در انگلستان. دعوا بر سر این بود که آیا کلیسای روم حق تعیین اینکه آیا پادشاه انگلیس میتونه زنش رو طلاق بده یا نه داره یا نه، این اونجا به این دعوا کشید. در این کشمکش ها تو اروپا یه دعوای دیگه ای را افتاد، دعوایی که به رفرماسیون معروفه، دعوایی که ازش پروتستان ها در اومدن، دعوایی که ازش یه عده اومدن گفتن که این پاپ دزد، دروغگو، مالپرست. دستمن اون زمان تیکه ای از بهشت رو به شما میتونستن بفروشن، گناهانتون رو در ازای پول میبخشیدن، وقفا رو ملخور میکردن یا کشیش خور میکردن. پروتستان ها اومدن علیه این قضیه و رادیکال ترین این پروتستان ها به تدریج در نتیجه جنگ هایی که در اونجا شد اومدن به طرف آمریکا، اومدن به آمریکا به این امید که در اینجا یک جامعه مسیحی ناب، به قول ما ایرانی ها اسلام ناب محمدی، اینا میخواستن مسیحیت ناب مسیحی درست بکنن. اومدن اینجا و شروع کردن به راه انداختن ایالت های جداگانه. یکی دو مسئله بهشون داشت برخوردن، یکی اینکه برخلاف تصورشون اینجا سرزمین خالی نبود. پدیده ای به اسم سرخپوستا، اینا بهش میگن سرخپوستا، خود اونا اسم خودشون که سرخپوست نمیذاشتن، اونا خودشون قبیله هایی بودن، یک جمعیت عظیم اینجا بود و این غرور کاذب غرب در این مفهوم کشف آمریکا پیداست. آمریکا گم نبود که کسی کشفش بکنه، آمریکا سرزمین غیر مسکونی هم نبود که آقای کریستوف کولوم بیاد کشفش بکنه. کریستوف کولوم غلط کرده کشف بکنه. حالا تو آقای اردوان میگه که ترک‌ها قبل از کریستوف کولوم اومدن و آقای کسروی میگه ایرانی‌ها قبل از ترک‌ها اومدن. کشف آمریکا رو برید بخونید، میگه که ایرانی اول کسی بودن که کشف کردن و منم بعید نمیدونم ایرانی اول اومده باشن. من یه دفعه در کلاس به جوک اینو گفتم، بعد دو سه روز بعد دانشجو اومد گفت که شما ممکنه چند تا سند بدید، من میخوام در این مورد تحقیقی بکنم. گفتم باید بری کسروی رو بخونی. و در نتیجه این ماجرا یکی دو تا اتفاق خیلی جالبی میفته. اولا به لحاظ اینکه این قاره قاره جداگانه‌ای بوده، اینا با بیماری‌های سفیدپوستا آشنایی نداشتن. یک قتل عام عظیمی از این بومی های آمریکا میشه، یعنی چندین میلیون به روایتی در نتیجه جنگ، ولی بیشتر در نتیجه این بیماری های جدیدی که از اروپا میاد و بدن اینها آماده مقابله با اینها نبود از بین میرن. یه واقعا در مفهوم دقیق یه نسل کشی صورت میگیره از این بومی ها. برای اینکه ببینم با بومی ها چه کنن، اینا دموکراسی به هر حال بایستی اینا رو تعیین تکلیف میکرد. خانم دریاباری گفتن فردا میخوام برن لس آنجلس. لس آنجلس اونجا یه بولواری هست به اسم بولوار سپولویدا. ایرونی ها همه اونجا دوروبرش هستن، یک دو چلو کبابی خیلی خوب اونجا هست نزدیک هم، چیزای ما همه به چلو کبابی دیگه، مرکزهای فرهنگی لس آنجلس. حالا پارس البته اومده تغییرش خواهد داد، ولی مرکز مهمش جوان و شمشیری و خیلی مرکز خوبی هست. منم خیلی چلو کباب دوست دارم، منظورم تغییر چلو کباب نیست، نباشی که اونجوری باشه فکر کنید. ولی اینکه با اینا چی کار بکنن، با این سرخپوستا، سرخپوستا رو باید انسان بدونن یا نه؟ آقای سپولویدا یک حقوقدان اسپانیایی بود، به این نتیجه یه عده میگفتن که بومی ها اصلا آدم نیستن، چون مسیحی نیستن آدم نیستن. این حرفایی که داعش امروز و
در مورد تقریبا همه غیر خودشون میزنن، خیلی از مسیحی‌ها در اون زمان در مورد همه غیر خودشون میزدن. بودن اگه مسیحی نیستن پس آدم نیستن، ما فرزند برگزیده خدا هستیم، اینایی که نیستن آدم نیستن. یه دی میگفتن نمیشه، خدا خدای ما خدای بخشنده فرزند خودشو فرستاده، اینا رو باید به عنوان انسان باشون برخورد بکنیم. ولی اگه باشه انسان برخورد بکنی نمیشه اون وقت بکشیش به راحتی، نمیشه زندانش بکنی، نمیشه بندازیش تو اردوگاه. سپولویده اومد یه فکر خیلی بکری مطرح کرد، گفت اینا نیمه انسان هم. گفت اینا برده های طبیعی تاریخ هستن و از این طریق توجیه کرد برده کردن این افراد رو. در این اینکه جامعه آمریکا داره یکی از دموکراتیک ترین جوامع تاریخ رو میسازه، به این مردم داره ظلم میکنه. بعد خیلی زود شروع میکنن برده آوردن به آمریکا. بعد از یه مدتی که به اصطلاح آمریکا به عنوان یک نهاد شروع میکنه شکل گرفتن، تصمیم میگیرن که قانون بنویسن. تصمیم میگیرن قانون بنویسن و در قانونی که مینویسن سرشماری باید بکنن، ببینن هر ایالتی چند تا انسان درش هست و بر اساس اون تقسیم بکنن تعداد سناتورها رو، تعداد نمایندگان مجلس رو. ایالت‌هایی که برده داشتن میگفتن که ما برده ها رو باید بشماریم به عنوان شهروند ولی بهشون حق رأی نمیدیم. اینا برده هستن، ما در سرشماری میشماریم ولی بهشون حق رأی نمیدیم. ایالت های دیگه میگفتن نه، شما اگه به اینا حق رأی نمیدید نمیشه بشموریدشون. چون دعوا بر سر این بود که چه تعدادی نماینده در کنگره داشته باشن، چه تعدادی در سنا و چه تعدادی در مجلس نمایندگان داشته باشن. صد و خورده ای سال طول میکشه که در مهد دموکراسی زنان بتونن حق رأی پیدا کنن. تقریبا 100 سال طول میکشه که سیاهان حداقل در اسم حق رأی پیدا کنن. 1965 هست که برای اول بار به طور جدی سیاها حق رأی پیدا میکنن و جانسون نقش بسیار مهمی در این کار داشت. ولی در آغاز با علم به این که این مسائل وجود داره، ادهی به خصوص جفرسون و مدیسون و واشنگتن، اینها شروع میکنن پیریزی کردن این قانون اساسی رو. واقعا شما بحثایی که اینا در اون زمان دارن میکنن بخونید، بسیار بسیار آموزنده است، بسیار بسیار گویاست. من مثلا یک نقدی در مورد یک کتابی نوشتم، اگه تشبیه برید در یه فیسبوک سایتی هست که این مقالات رو همه دانشجوها ما میذارن، همه مقالات من اونجا میذارن، میتونید اونجا نگاش بکنید، به انگلیسی مقاله، اسمش هست قرآن جفرسون. جفرسون قرآن داشت، یه نسخه قرآن داشت، خیلی دقیق نخونده بودش، خیلی هم نظر خوبی نسبت به مسلمان ها نداشت. یعنی در اون زمانی که اینا داشتن قانون اساسی آمریکا رو می نوشتن، خیلی از این پیوریتن ها می گفتن سه گروه رو باید رسماً از حق رأی محروم بکنیم. منظورم بومی ها و زن ها و چیز نیست، یهودی ها، کاتولیک ها و مسلمین. نمی دونستن که چقدر مسلم در آمریکا در اون زمان هست. فکر میکردن مسلمین یه پدیده خیلی دور هستن، ولی در اون زمان در آمریکا خیلی مسلمون بود، عنوان برده اومده بودن، اینا اصلا خبر نداشتن. بخش مهمی از سیاهایی که به آمریکا اومده بودن مسلمون بودن. جفرسون دفاع میکنه و مقابله میکنه با اینهایی که میگن ما باید یهودیا و مسلمونا و کاتولیکا رو منع بکنیم. او میگه در اون زمان 200 سال پیش میگه ما باید یه قانون اساسی بنویسیم که یک مسلمون هم در اون بتونه رئیس جمهور بشه. به محض اینکه این حرفو میزنه، مخالفینش میگن این خودش پدر سوخت مسلمونه، چون اصلا عداوت وارد کاتولیک یا پروتستان یا مسیحی در نمی آورد. خیلی آدم عجیبی، اگه جفرسون الان بود حتما در آمریکا نمیتونست انتخاب بشه، برای اینکه الان همه بایستی
دین پناه باشن و همه باید یه شنبه ها برن کلیسا. اصلا جفرسون این حرفا رو نمیپذیرفت، کاملا مخالف دین نهادینه شده بود، یه دیس بود در مفهوم واقعی، دیس بود یعنی کسی که میگفت خدایی هست و هر کسی حق داره خدای خودش رو بپرسته. جمله معروفشه میگه من حاضرم بمیرم برای حق همسایم، برای اینکه خدایی که خودش دوست داره در خلوت خودش بپرسته، و در این حال حاضرم بمیرم برای اینکه به اون حق ندم مفهوم خودش از خدا رو بر من تحمیل بکن. هر کاری میخوای در عرصه خصوصیت بکن، میخوای بهایی باش بهایی باش، میخوای خدا ناشناس باشی خدا ناشناس باش، مسیحی باشی مسیحی باش، مسیحی به دنیا آمدی میخوای مسلمون شدی بشو، اگر قرارداد اجتماعی نباشه شما این حقا رو نداری. یه عده الان در ایران در زندان تنها جرمشون اینه که از اسلام مسیحی شدن، یا از اسلام بهایی شدن، یا از یهودی بهایی شدن. چرا باید نباید حق داشته باشه؟ تا زمانی که سعی نکنید مذهبت رو من تحمیل بکنید، اون در عرصه خصوصی حق مسلم شماست. اینها اومدن ما که ما 11 رو شروع کردیم درسته؟ پس من باید همینجا متوقف بشم. چرا؟ میگم مهمون خیر صاحبخونه است، من گفتن 40 دقیقه صحبت کن 20 دقیقه سوال و جواب. ما 40 دقیقه صحبت کردیم و یه مقداری از اینا مونده، ولی در فرصت بعدی 5 دقیقه دیگه صاحبخونه گفت 5 دقیقه دیگه خانم دریاباری هم که امن کنن ما اینا قانونی که درست کردن قانونی بود که دقیقاً مذهب رو به عرصه خصوصی روند، و جفرسون یکی از مهمترین دستاوردهای خودش دقیقاً این بود که این مذهب رو به عرصه خصوصی برونه. و یک پدیده در آمریکا وجود داردن که استثنائیه، نمیدونم شما حتما شاید شنیدید و دیدید، توی جوامع دموکراتیک سرمایه‌داری پیشرفته آمریکا از همه کشورها مذهبی تره. در آمریکا بالای 95% مردم میگن به خدا باور دارن. من فکر می‌کنم یه همه پرسی آزاد در ایران باشه خیلی از این کمتر خواهند گفت. 25% آمریکایی‌ها میگن که در زمان خودشون در زندگی خودشون فرشته دیدن. خیلی عجیبه جامعه، ولی در این حال مرز بین مذهب و سیاست هم از همه جا محکم‌تره. یعنی یه دروغی که در ایران به ما گفتن صد خورده ای اینه که اگر مذهب رو از سیاست جدا کنید به لا مذهبی می انجامه. الزاماً اینطور نیست، گاهی میشه تو اروپا شده، گاهی هم نمیشه تو آمریکا نشده. آمریکا جامعه به غایت مذهبی است و مرز بین دین و دولت هم در اون خیلی. یه مسئله دیگه ای که در آمریکا داشتن وقتی که این جامعه رو درست کردن، مسئله ایست که هنوز هم ما باش برخورد میکنیم، مسئله رابطه بین دولت مرکزی و دولت محلی ایالتی بود. در آغاز 13 ایالت بودن، اینها در واقع در آغاز خودشون رو کشورهای مستقل میدونستن. وقتی که قانون اساسی اول نوشته شد این 13 ایالت اصلا حاضر نبودن بپیوندن، میگفتن که ما خودمون یک کشوریم، حالا باید یه سری از حقوق خودمون رو وا بگذاریم تبدیل بشیم به یک کشور گنده، ما اینو نمیخوایم. یک کشمکش 200 خورده ای ساله است بین اینکه دولت مرکزی چه حقایی داره و دولت محلی ایالتی چه حقایی داره. سیستمی که درست کردن سیستم فدرال بود، برای اینکه اینا رو راضی بکنن این 13 ایالت رو که بیان در یه پیوند جدیدی، یه تصمیم‌های عجیب غریب گرفتن. یک دو تاشو الان خدمتتون عرض می‌کنم. تصمیم گرفتن یه سیستم کنگره دو من به اصطلاح دو خانه‌ای درست کنن، در انگلیسی بهشون میگن bicameral congress، یعنی سیستم کنگره مثل دورانی که در شاه ما داشتیم، مجلس شورا بود و مجلس سنا. اینجا هم یه مجلس نمایندگان هست و یه مجلس سنا. برای اینکه همه رو راضی بکنن که بیان تو این کار، یه ترکیب خیلی عجیبی انتخاب کردن.
گفتن تعداد نمایندگان مجلس به تناسب جمعیت، تعداد سناتورها به تساوی. ما الان 7 ایالت داریم در آمریکا که تعداد نمایندگان مجلسشون کمتر از سناتوراشون. یعنی 7 ایالت داریم که 2 تا سناتور دارن، یه نماینده مجلس. مثلا داکوتا کل جمعیتش از سنوزه کمتره. سنوزه قاعدتا 2 تا نماینده داره، ایالت کالیفرنیا 53 تا نماینده مجلس داره، 2 تا سنا. این برای این بود که ایالت‌های کوچیک به نوعی حق وتو داشته باشن در مقابل ایالت‌های بزرگ. الان این مسئله ما باش دوچار هستیم. این مسئله که مثلا داکوتا نماینده سناتور داکوتا در مجلس به اندازه نماینده کالیفرنیا نفوذ داره، اون نماینده 1 میلیون، این نماینده ششمین بزرگترین اقتصاد دنیاست. اقتصاد سنوزه قاعدتا از کل اقتصاد داکوتا بیشتر، البته حالا داکوتا گاز و اینا پیدا کردن اقتصادش نقطه گنده شده. یه مسئله دیگه ای که سعی کردند برای کنترل این نگرانی ها، یه سیستمی برای ریاست جمهوری انتخاب کردند که خیلی عجیب بود. رئیس جمهور در آغاز در آمریکا مستقیم انتخاب نمی‌شد. مردم نمایندگان سنا رو انتخاب می‌کردن، نمایندگان مجلس انتخاب می‌کردن، اینها رئیس جمهور رو انتخاب می‌کردن. برای اینکه نگران بودن، دقیقاً اگر بخونید نگران بودن که مردم بیان یه لاتی رو یا یه رادیکالی رو به عنوان رئیس جمهور انتخاب بکنن و بیاد اون کاسه‌کوزه‌ها رو به هم بزنن. پولدارا با هم نشستن، یعنی اینا رو که میگم به تفسیر نمیگم، ما رسما پولدارا نشستن، مدیسون اسمش از اینجا یکی از معروف‌ترینه، اینا نشستن گفتن ما باید یه سیستمی درست بکنیم که مردم حق رأی داشته باشن ولی روشون خیلی زیاد نشه. چون فقیر رو اگه بهش حق رأی بدی، اولین چیزی که میخواد اینه که پول اغنیا رو ازشون بگیره. ما نباید این رژیم درست بکنیم که مرد فقرا حق داشته باشن پول اغنیا رو به زور ازشون بگیرن، ولی نمیخوایم فقرا رو هم از حق رأیشون محروم بکنیم. پس باید بهشون حق رأی بدیم، ولی یه لایه‌هایی بین خواست رادیکال بالقوه اونها و تغییر رژیم ایجاد بکنیم. یکی از لایه‌های این بود که مردم خودشون حق رأی مستقیم رئیس جمهور رو ندارن. بعد از یه مدتی اون ملغا شد، مردم حق رأی مستقیم رو پیدا کردن. ولی یه پدیده‌ای به جا موند از اون دوران که حتما اسمش رو شنیدید، به اسم الکترال کالج. الکترال کالج یه پدیده شگفت‌انگیز عقب افتاده، غیر قابل استفاده، منسوخ، ولی کماکان موجوده، نتیجه اون دوران اولی است. در واقع در آمریکا رئیس جمهور رو مردم انتخاب نمی کنن. مردم انتخاب می کنن، اون الکترال کالج تنفیذ می کنه. این سیستمی که در ایران هم هست، مردم رأی میدن ولی رئیس جمهور رو تنفیذ میکنه. یا آیت الله خمینی در اولین حکمش به بنی صدر گفت که بر اساس رأی مشورتی مردم من تو رو منصوب میکنم. انتخاب نیست، منصوبه. اینجا هم به یه روایتی اینطور بود، ولی الان سیستم الکترال به نوعی باقیه و برای اینکه دوباره کنترل رو بذارن در دست اون اقلیتی که قاعدتاً معقول ترن، گفتن رئیس جمهور باید هم تعداد آرای عمومیش بیشتر باشه و اگر تعداد آرای عمومیش بیشتر نیست، اون رئیس جمهوری که الکترال کالج رو میبره اون رئیس جمهور میشه. شمایی که در آمریکا، دوستانی که در آمریکا بودن در زمان انتخاب بین گور و بوش، اگه یادتون باشه بوش از لحاظ رأی عمومی به گور باخت. از لحاظ تعداد الکترال کالج هم تقریبا باخت، تا اینکه برادر آقای بوش که در فلوریدا بود گفت باید رأی‌ها رو بازشماری بکنیم. در بازشماری تعداد رأی‌های فلوریدا 600-700 تا این برانور شد، اکثریت فلوریدا رأی الکترالش به خورد به آقای بوش، آقای بوش شد رئیس جمهور. و وقتی که بین اینها دعوا شد، نهادی که به این دعوا رسیدگی کرد دادگاه عالی آمریکا بود. دوباره برای اینکه یه سیستمی درست بکنن که
حکومت زیادی افراد نره، یه نهادی درست کردن به اسم دادگاه عالی. 9 نفر با پیشنهاد رئیس جمهور ولی با تایید سنا. اینها برای تمام عمر میان در اون مجلس. دلیلی هم که برای تمام عمره، برای اینکه نگران کارشون نباشن و حکم به اصطلاح عادلانه بدن، حقوقشون هم به اندازه کافی بدن که لفت و لیست نکنن و حق حساب نگیرن. کارشون رسیدگی به اینه که آیا بین دعوای بین فرد و دولت یا ایالت و دولت حق با کیه، یعنی یه حکمیتی اونجا پیدا کردن.